نوابخون ورودتون رو ممنوع کرده. آقای کوچی نمیتونید تا باهاش حرف نزنم جایی نمیرم. اینجا چه خبره؟ خیلی سعی کردم مانعشون بشم اما شما میتونید برید. برای چی باز اومدی؟ اومدم هشدار آخر رو بدم. از این به بعد کسی حتی به ماهک چپ نگاه کنه عاقبت بدی براش داره. مثلا چی کار میکنی؟ خودتون خوب میدونید که به خاطر ماهک تا مرز دیوونگی هم میتونم برم. دارم میگم دفعه دیگه تلاش نکنید به هر طریقی به ماهک آسیبی بزنید، وگرنه تاوانشو تا آخر عمرتون پس میدید. چرا خان بابا؟ چرا ما رو به حال خودمون رها نمی کنی؟ من چه بدی کردم؟ من پسرتونم. حتی شهرت و خونه و ثروتتون رو رها کردم و به خاطر ماهک از اینجا رفتم. من ماهک رو خیلی دوست دارم. بدون اون زندگیمو نمیخوام. واسه همین خواهش میکنم صبر منو امتحان نکنید. دیگه هیچی نمیخوام، هیچی نمیخوام. تو فکر کردی که این چرت و پرتات میتونه منو عوض کنه؟ تو قانون من شکست وجود نداره و هیچ وقت هم تو زندگیم شکست نخوردم. من تا وقتی اون وصله ناجور رو از زندگیت حذف نکردم نمیتونم نفس راحت بکشم. غرورتون کاذبه و این غرور بد جوری زمینتون میزنه. حالا میبینید یواش یواش همه چی رو از دست میدید. حالا میبینید آخرش جز پشیمونی هیچی براتون نمیمونه. یه چیزی یادتون باشه، همیشه منو بین خودتون و ماهک خواهید دید. من خیلی دوستش دارم، نمیذارم آسیبی ببینه. دیدار بعدیمون توی دادگاه. مسا سا هاری هاری 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 مسا س
اگه زنده بمونم شهادت میدم این آدم ها منو میکشن. این یه هدیه است که من برای شما خریدم. چرا این کارو کردی پسرم؟ اینو ماهک نگفت که براتون بخرم. من اولین دست مزدمو گرفتم. وقتی زحمت کشیدم و پول در آوردم یاد شما افتادم. زحمت‌های شما، نجابت شما، حتی اجبار شما. خیلی چیزا رو با اولین دست مزدم تونستم درک بکنم. اینو به عنوان تشکر یا معذرت خواهی فرض کنید. به خودتون بستگی داره. آدمای خیلی کمی فرصت پیدا میکنن که زندگیشون رو تغییر بدن و راه درست رو در پیش بگیرن. تو خیلی خوششانسی که این فرصت رو پیدا کردی. این فرصت رو دیگه از دست نده. دلیل آدمی که من امروز هستم فقط ماهکه. عشق اون منو عوض کرد. امیدوارم که شما هم منو ببخشین. پسرم تو نظر ما رو نسبت به خودت تغییر دادی. تو اون پسری نیستی که قبلا اذیتمون میکردی. ما ازت راضی هستیم پسرم. فقط دیگه هیچ وقت عوض نشو. من دیگه هیچ شکایتی ازت ندارم. از مغازه است. الان میام. بله بفرمایید. چقدر تغییر کرده. فقط دعا کنید همینطور بمونه. دیگه مثل سابق نمیشه. من مطمئنم.
آقای شمشی؟ بله. خانم دکتر شما رو صدا میزنم. حالت خوبه؟ خوبه. چی شده؟ چیز مهمی نیست. دیگه باید بیشتر از قبل مواظب همسرتون باشی. هرچند همه چی خدا رو شکر نرماله. من در کنار داروها چند تا آزمایشم نوشتم. دفعه بعدی وقتی اومدید نتایجم با خودتون بیارید. اگه همه چی نرماله پس دارو و آزمایش برای چیه؟ به شوهرتون چیزی نگفتی؟ چیو نگفته؟ تبریک میگم، شما دارید پدر میشید. بریم خونه. بریم. ممنون خانم دکتر. ممنونم. ماهک. زیباترین هدیه ی زندگیمو به هم دادی. احساس میکنم یه آدم کاملم. خونوادمونم کامل شد. اومدن. آماده باش پسر. دوستت دارم. نوس نشو شمشیر خان، نباید هیچیش بشه. نگران نباش، حواسم برو بینم. دلم نمیخواد برم سر کار. برو دیگه. Thank you.
شمشیر. तुझे छोड़ा मुझे तुझसे गिला।